چیزایی که تو این ویدیو میبینیم باید حتما دو بار ببینیم تا متوجه شیم. بریم با هم دیگه اولیشو ببینیم. چیه این اومده توی فرودگاه؟ انگار یه چشمش اینجوری هودیش اومده اینجا، یک چشمش بیرونه، ولی وقتی زوم میکنی میبینی یه گوششه که یه ایرپاد تو گوششه. تو فکر میکنی چشم یارو این خواننده رو که میشناسین همگی؟ خب نکته ظریفی که داره اون قسمتی که سیبیلاشه، احساس میکنی دوتا حیوان دارن همدیگه رو بوس میکنن. سیبیلاش یه جوشه، سیبیلای من اصلا اون شکلی نیست، شبیه این خالی نیست. این سیبیلاش رو اینجاش خالیه، شبیه اون شده. اون کسایی که پوکیمون بازی کردن، پوکیمون، میبینن که این درخت شبیه یه آدمیه بی اعصاب. هیکلش رو نگاه کن که بزرگترین عضلات ممکن رو داره، شبیه لاک پشت نینجا هم شده البته اینجا، ولی شبیه اونه. نمیدونم یه درخت رو چجوری باید طراحی کنن که اون شکلی بشه. مستر دونالد، دونالدو میشستین، ولی وقتی که برعکسش کنین شبیه یه نفری میشه که خیلی آدم معروفیه، شبیه دونالد ترامپ میشه. بالاشو نگاه کنین، موهای دونالد ترامپه و اصلا نمیدونم چجوری این باید شبیه این بشه، ولی خیلی شبیه. این آقای توی مترو اومده وایساده. چیز جالبی که من دارم میبینم، لباسش یه حالت پرسپکتیو داره، انگار از توی سینه‌اش یه چیزی باز میشه، دریچه‌ای به یه جهان دیگه است. این یارو چرا این شکلیه؟ این شبیه ایلان ماسک نیست بچه ها؟ خیلی شبیه ایلان ماسکه، بکنم بدل ایلان ماسکه. قیافش واقعا شبیه دیپ فیسه یا واقعا شبیه اون یارو، شبیه همون ایلان ماسکه. نمیدونم داری چیکار میکنی دادش، ولی واقعا شبیه ایلان ماسکه، پرام ریخته یا دیپ فیس خیلی شبیه هست، فکر کنم. نمیدونم. اینو نگاه کنید، اینجا یه نوزاده خوابیده، ولی وقتی که شما این اکثر نگاه کنید یه حالتی میشه که نگاه کنید دست و پا شبیه یه اردکی شده که تخ گذاشته. اگه بخوایم با یه دید دیگه این نگاه کنین روی فرش و ایناتون تو خونه، اگه دقت کنین همچین اتفاقاتی میفته، یه شکلکای در بیار. این چیه؟ کچل این چرا این شکلی مو داره؟ اون قسمتش بالا سرش اومده یه همچین حرکتی زده. اینو من هنوز که از اون متوجه نیم. زش کینگو که میشناسین، سلطان حرکت‌های نامنظم. وای کیک، یا وای کیک بود پشمام، واقعا اینو به کیک تبدیل کرد، واقعا حرکت سختی بود. نگاه کن چی درست کرد. خب این کارتون رو شما ندیدین، منم ندیدم، ولی قیافه این شبیه فورد میمونه، دهنش و چشماش شبیه فورد میمونه، فرمون فورد قشه همینه. یارو خیلی شبیهشه به واقعا. این کرم بود دیگه، یادتونه یه کرمی از خاک در میاد. حالا این دماغش، این دماغش یه خطی هم این بالا داره، شبیه قارچ نمیمونه دماغش، این تیکه دماغ شبیه قارچ نمیمونه، خیلی باری، یا انگار یه دندونشه. این چیه؟ این همون کیکش، نمیدونم چجوری پیچ خورده شبیه این فیلم بشه. اسم یارو یادم رفته چی بود، ولی قشنگ فتوکپی این و من خیلی اینو دوست داشتم. این رنگ چشاشم آبی کنی قشنگ خود این یارو در میاد. با اسم اینو نمیدونم چرا یادم رفته، تو کامنت بگین. لایک این ویدیومونم، لایکاتون میپره، لایک انگلیسی کامنت انگلیسی بزنین، لایکتون نپره. خب اینجا چیه؟ اینجا یه زمیناییه که نقشه برداری کردن ازش، نمیدونم دقیقاً چی. من که الان دارم نگاه میکنم مثل اینکه شن یه سری جاده هاست، جاده های شنیه بچه. این عبادش خیلی بزرگیه. این با مته اون میلگرده رو داره میفرسته توش، میخواد بکنه. این نمیدونم چجوریه، اصلا دیوارش چجوریه. الان ما داریم نگاه میکنیم به این ویدیو، اصلا متوجه نمیشیم چی به چی، ولی احساس میکنم الان همش میریزه زمین. این حرکتی که داره میکنه امنیتش پایینه، ولی داره میکنه. یه سری ببینیم با پرسپکتیو همچین حالتی. این خطش با اینجا، یعنی تمام این خودروها اندازشون با هم یکیه. شما به خاطر پرسپکتیوی که این عکس داره فکر میکنین اونی که عقب‌تره خیلی کوچیک‌تر، ولی اون همه با هم دیگه سایزشون یکیه. وای ماینکرافت بازامون کجان؟ ساختن این خونه ماینکرافتی واقعا خیلی باحال ساختن. یه دکمه بزنه با TNT کل خونه میتره که فکر کن. این چیه؟ این یه دونه از ایناست گیر است، ولی دو تا چش بالا داره، قشنگ شبیه این عصر یخبندان شده. آیس ایج نگاه کن، قشنگ قیافه شبیه اینه. اینو به نظر تو قصر شبیه اون ساختن یا همینجوری در اومده؟ اینو که میبینین یه تصویریه که مثلا میگه هوا و اینا، ولی شبیه مصر شده بچه، شبیه اهرام مصر شده. درصد بندی گفتن مثلا هوا اینقدر، فلان اینقدر، ولی what you're up to این نمیشه، این نفهمیدم. من فیچر این منظورشو متوجه نشدیم، این تیکه ویدیو پس کات میشه. ولی این چهاره رو نگاه کنین، منفی 4 رو تونی شبیه یکی کنی داره پیپی میکنه. منفی 4 درجه. این گور
گربه رو نگاه کنید، گربه احساسم بر اینه که کلش رو ایجا در ورده، ولی وقتی که دارین نگاهش میکنین از هیچ جا کلش بدنش معلوم نیست، هشت گیش نیست. خب میگه که این هشتا رو یعنی میتونی هم یه هشت وسطش در بیاری گیش نیست. و جالبه گربه رفته تو لباسشویی، وای لباسشویی هم داره حرکت میکنه، این حرکت خیلی فوله. گربه بنده خدا الان رفته اون، نمیدونم چه جوری رفته توش که اون کسی که اون گربه خدا کنه اتفاق واسش. این جزیره رو نگاه کنید، جزیره اون بالا یه چیزی داره، خب اون کاری ندارم، ولی شبیه پاتریک نیست، شبیه گوگل مپه، واقعا شبیه پاتریکه این جزیره، نمیدونم کجاست ولی هرچه که از خیلی شبیه خود پاتریکه که حال نداره و خستست، دهنش هم بازه، واقعا باله. این عنکبوته بچه، این یه سری نمیدونم از این چیزا دارن برق اون بالا رو درست میکنن، ولی از دور که ما نگاه میکنیم شبیه عنکبوت شده. یه درس عبرتی هم میگم آخر ویدیو ببینید، زانوها شبیه یه سری بچه های نوزاد شده، قیافش رو نگاه کن، نوزادن واقعا زانوهاش، یعنی چی، چجوری ممکنه زانوی آدم شبیه کله بچه شه؟ این دریاچه یه جوری شده اون تیکش چون سیاهه، شما احساس میکنی یه صفحه ای از روزگاره، شبیه یه پرسپکتیو خیلی جالب در اومده که انگار مثلا یه جاییه که جداست از زمین، متوجه میشین؟ اینو نگاه کنین، اول نگاه میکنین فکر میکنین کفش پای اون پرنده است، ولی به خاطر باستاب نور اون کفش اون آقای افتاده جای اون کفش اون. این همه وای این سوسارزاد قشنگ شبیه همین چیز شد، نگاه کنین تک چشمه بود توی کارتون هیولاها، اسمش هم خیلی سخت بود بعضی موقع یادم میاد، وای از شیوید، نمیدونم چی. این شبیه جان ویک نیست؟ خیلی شبیه جان ویک بچا، ولی جان ویک نیستا، خیلی شبیه جان ویکه ولی اصلا شبیه اون نیست. این واقعا توی حواس یه لاک پشتیه تو دریا، الان تو به نظرت این یه لاک پشت تو دریا یه لاک پشت تو حواس؟ این چون که درخت و اینا هست تو فکر میکنی تو آسمونه، ولی اصلا این تو دریاست. سیکس پک های اینو میخوایم ببینیم، ببینیم این چی ازش در میاد. دهنشو نصف کنی شبیه بتمن میشه، نصف صورتش فکر کنم شبیه بتمن میشه اگه بخوای اون تیکای زردشو نگاه نکنی. کشتی رو نگاه کن، یه کشتی تفریحی خیلی خیلی بزرگه. خب این کشتی خیلی بزرگ از نصف دریا، اون نصف دریا اقیانوس شروع میشه به نظرم، یا یه دریای آزاد میخوره، رنگ دریا عوض میشه، ولی تو اینجا احساس میکنی اون از دریا انگار تو ساحله. خب ولی اونجا همون نقطه ایه که قطع کسایی که فورتنایت بازی کردن، این دقیقا سیبیل همین آقای بی‌اعصابه بود که تو اون کارتونه دیدیم، قشنگ همونه توی فورتنایت. اگه موافقین لایک کنید. کله این آدم مطمئن باشین اینجوری کج خوابیده، شما دارین نگاه میکنین فکر میکنین کله نداره، و این عکس واقعا ریل گرفته شده، اینجوری نبوده که بگیم اصلا یه حرکتی زدن، اینا انگار وایستادن. این اسبا چیه به اینا میگن؟ نمیدونم. این باستابه، دوباره عکس یه قدیه، یه بچه هست تو آینه، این شیشه های یه جوری باستاب میشه، اونا چیز میشن. این پای اینا همین الان داری نگاه میکنی مغزت گیج رفتاره، درسته؟ این دستش یه پوفیلاست، دست این یه پوفیلاست، این پوفیلای باعث میشه تو فکر کنی این پاهاش شبیه پاهای کبوتره، چون زمین اونجا یه حالتی پوفیلاتوریه، تو احساس میکنی که اینجا پوفیلاست، ولی نباید به اون پوفیلای نگاه کنی. خب این فوتو، این عکس ببینیم چی میشه. این عکس وای بچه، این یه سگه، اولین بار این سگه چرا این شکلی کرده؟ اصلا منطقی نیست، دستاشو یه جوری آورده بالا، هر کسی اولین بار ببینه یه چیز دیگه میاد تو ذهنش، شبیه یه هشبای سیاه. این بچه ها اولش شاید شما احساس کنین از بالا، از یه جای بالا عکس گرفتن، ولی توی دریاه، یه قسمت از دریایی که اینجوری احساس نکنین جمعیت زیادی اینجا جمع شده. اولین چیز من اون اومد تو ذهن، این سگه دقیقا همون سگه اون پشت از داره به این نگاه میکنه، پشت یه صندلی گیمینگ نشسته، دماغش هم شبیه بولینگه. چرا این شکلیه این سگه؟ این اجزایه بچه یه حالتیه، چپ و راست میکنی هر طرفی بری بهت نگاه میکنه، خیلی ترسناکه، یه سری تابلوها هست اینجوری، این با خطای دید سبودی، هر جهتی بری بهش نگاه کنی بهت انگار داره نگاه میکنه، آدم سرش گیج میره اگه اونجا باشه، خیلی باله. بچه این قابو در نظر بگیرید، این قابو نگاه کنید،
این دقیقاً بزرگ بشه مدل بشه همین میشه. دقیقاً دندوناش هم همونجوری بینش فاصله است، دقیقاً مثل همون عکسه. خیلی جالبه نه؟ دقیقاً مدل بشی فکر کن هنوز همون اخلاقای بچگی تو داشته باشه اینجوری نگاه میکنی. این خیلی باحاله. اینم بچگی، این چقدر شبیه شهاجی. مطمئن باش که این خود اون راستیه سرسری با مامان این بچه احتمالاً داشته که انقدر شبیه شده. واقعاً شبیه، عجیب شبیه. خب این چیه؟ این عکس بچه‌ها. اون عکس، ولی اون دسته چی میگه؟ این دست این آدمه نیست، ولی این عکس رو دیواره. یعنی چه جوری این عکس گرفتن؟ یعنی دست خودشه. خیلی عجیب شد، خیلی عجیب شد. احتمالاً دست خود، آخه دستش مرد نست، نمیتونم بگم دست خود زن است، ولی اون پوستر اونی که عقبه چطور امکان داره؟ بچه اومدن تحلیل کردن، سی تی اسکن کردن کله سیدو، دیدن چشماش باید اینجوری باشه. خیلی باله. سی تی اسکن کردن سیدو، ببین دندوناش هم نگاه کن، مثل که همچین موجودی وجود داشته واقعا. چشماش کاملا بغل، شبیه آدم فضایی هستید. جدی این کله این یارو یه جوری تو دوربین قرار گرفته که هر کسی که نگاه کنه میبینه یه کاجه خیلی خیلی بزرگی پشت سرشه که احساس میکنه موشه. خب این یه عروسک خیلی بزرگیه که دهنشو وا کرده. ما اگه بیایم اینو نگاه کنیم میبینیم پشت یکی داره تورک میزنه. بله دوستان، این اصلا اونم کلشه. یعنی یه نفر اینجوری خیلی دیگه دماغشو با این اینجاشو گنده درست کردن. یه ساحل رو میبینیم. این بچه یه پنجره است خب که یه جوری دقیق باز شده. خب تو فکر میکنی 4 تا عکس مختلف اینجا، ولی اصلا اینجوری نیست. این یه عکس ثابته ولی خیلی دقیق روی اون خطه گرفته شده. شما فکر میکنی 4. این ویندوز هست، اسکرین ویندوز دقیقاً شبیه همین شخصیت کارتونیه. دماغشو نگاه کن، این دماغه دقیقاً خودشه. دقیقاً خودشو کشیدن. بعد اون حالا یه قاره ها، بعد اینا خیلی اتفاق همه چی درست در میاد. بچه باب اسمنجی و پاتریک و هوش مصنوعی نگاه کن چجوری در آورده. خیلی ترسناک در آورده هوش مصنوعی باب اسمنجی. این یه حالتی داره، اینجاش اومده یه حالتی تیره شده، انگار گربه رو هواست. شما اول کار اینو احساس کردن گربه روی هواست؟ من اول فکر کردم اینجوری داره پرواز میکنه، ولی این خطای دیده. در اصل این اون ورشه. این نگاه کن پاش، احساس میکنی چی شده؟ پاش احساس میکنی سره، نمیدونم چسبه و اینا. ولی این پاش الان احساس میکنم یه مایهی زدن، نور زیاد خورده، که یعنی یه پلاستیک احتمالا زدن، نمیدونم چی. اوه اوه اوه، چه سگ بدنسازی، چه پشتی، چه بکی داره. حاجی پشمام چقدر عقبش خوب درست کرده بود. اگه دوست داشتین بقیه ویدیوی ما هم لایک کنین. اینجا هست، ببینی خیلی دوستتون دارم. باش.